سلام و عرض ادب خدمت همراهان سازمان مهاجرتی پرشین امایگرنت. محمد بهرامی هستم، مشاور ارشد مهاجرتی این شرکت، و در این مصاحبه این افتخار رو داریم تا با یکی از کلینت‌های عزیزمون در خاک استرالیا، جناب آقای آرش، یه صحبتی رو داشته باشیم. ایشون در حال حاضر در شهر پرت هستند و مسیری که با ما پیمودن تا به استرالیا رسیدن، زحمت‌هایی که کشیدن و کاری که الان دارن در استرالیا می‌کنن و تجربه‌ای که از بابت این کار داشتن رو با ما و شما همراهان عزیز به اشتراک بذارن. خب جناب آرش عزیز، ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و در حقیقت گوش دهندگان این مصاحبه گذاشتید و ممنون میشم که معرفی از خودتون داشته باشید. سلام خدمت شما و همه کلاینت های عزیزتون. من آرش هستم، مهندس مکانیک. از شهریور 1400 یک قراردادی رو با شرکت پرشین مایگرنت امضا کردم. اسفند ماه 1400 مدارک رو برای اسسمنت تحویل دادم. اواخر فروردین 1401 در واقع نتیجه اسسمنت هم رو دریافت کردم. مهر ماه 1401 دعوتنامه گرفتم و فروردین ماه 1402 ویزا گرفتم. جناب آرش عزیز، با توجه به این که من افتخار در حقیقت آشنایی و شروع همکاری با شما رو به نمایندگی از پرشین مایگرنت داشتم، جز اون کلینت های ما بودید که وسواس و دقت نظر خیلی زیادی رو تو بحث مهاجرت داشتید و خب این خدا رو شکر خیلی به ما کمک میکرد که پروندهتون با همکاری خوبی که از جانب خودتون داشتیم به بهترین شکل جلو بره. اما زمانی کار رو شروع کردید که واقعا رشته مهندس مکانیک جز رشته های پروراتا بود و شاید اون تایم یه مقداری یه سری از صحبت های دلسرد کننده در ارتباط با به طور کلی بحث مهاجرت اسکیل ورکر به استرالیا مطرح می شد، اما با پشتکاری که داشتید و حالا همکاری که تونستیم در خدمتتون باشیم، عرضم به حضورتون که این مسیر براتون به چه ویزایی منتهی شد؟ ویزای 189 رو من گرفتم. خب این نکته رو من عمدن پرسیدم تا دوستانی که در هر رشته هستن بدونن اگر بتونن امتیازات لازم رو کسب بکنن، مارکت استرالیا نیازش به مهندسین یا سایر رشته های دیگر همچنان وجود داره و دوستان میتونن امیدوار به دعوتنامه ها هرچند حتی دعوتنامه 189 باشن. خب جناب آرش عزیز، تجربه همکاری با پرشین مایگرنت به چه شکل بود؟ چطور بود؟ خب پرشین مایگرنت خیلی در واقع مجموعه خوبی بود. من زمانی که شروع کردم همونطوری که شما گفتید خیلی صفحه رشتم شلوغ بود، امتیازها بالا بود، حقیقتش معدلم هم توی در واقع مدرک تحصیلیم یه مقداری پایین بود، یه ذره ریسک انجینیرینگ تکنولوژیست اسس شدن هم وجود داشت، ولی خب نهایتا پروفشنال انجینیر اسس شدم و در واقع نمونه هایی که از CDR رو از پرشین مایگرنت گرفتم نمونه های خوب و قابل قبولی بود. من از اونا استفاده کردم، CDR هم رو نوشتم، هرچند که البته CDR هم خیلی هم مرتبط با کارم نوشتم و نهایتا خب اسسمنت رو گرفتم و بعدش هم دعوتنامه و ویزا و کار و همه این داستان ها دیگه. بسیار عالی. خب جناب اسفندیاری، ما این مدت با هم ارتباطاتی رو داشتیم و حالا تا مسیری که شما وارد استرالیا شدید هم این ارتباطات به طور پیوسته ادامه داشت، اما تجربه موفقی رو داشتید مبنی بر اینکه خب شما، من نمیخوام وارد دیتیل بشم، ولی یه تجربه در حین پروسه صدور ویزاتون کار کردن خارج از ایران رو داشتید و جزو کلینت‌های موفق ما بودید که قبل از ورود به استرالیا هم موفق شدید تا کار مرتبط رو حتی پیش از ورود به استرالیا پیدا بکنید، که خب این پوینت بسیار بسیار خوبی به حساب میاد برای یک مهاجر تازه وارد. ممنون میشم تجربیاتی که تو این حوزه داشتید رو در اختیار شنوندگان این مصاحبه بذارید. بله خواهش می‌کنم. من حقیقتش قبل از این که در واقع ویزام صادر بشه از ایران خارج شدم و رفتم توی یک شرکت بین‌المللی مشغول به کار شدم مرتبط با رشته خودم. روزی که ویزام اومد 11 اپریل بود. من دقیقا از یک روز بعدش شروع کردم جستجوی کار در استرالیا. از ابتدا می دونستم که فرصت‌های شغلیم توی پرت و بریزبن بیشتر از بقیه شهرها هست، فلذا تمرکزم رو گذاشتم روی این دوتا شهر.
ابتدای هم خب تو سایت تو اپلیکیشن و سایت سیک چند تا یه تعداد زیادی رزومه فرستادم برای شرکت های مختلف، تقریبا هیچ تماسی رو از این شرکت ها نداشتم به جز یک در واقع ایمیل که در از یک شرکت نفتی خیلی بزرگ، حالا شاید بد نباشه اسمش رو بگم، شرکت وود، قطعا آدم های این حوزه میشناسنش، یه ایمیلی رو از شرکت وود دریافت کردم، یه لینکی رو برام فرستاده بود، خواسته بود اطلاعات تکمیلی رو پر کنم، اطلاعات تکمیلی رو پر کردم، بعد ریکروتر شرکت وود، خود ریکروتر از ریکروترهای آوتسورسی نه، به هم ایمیل زد که شما الان استرالیا هستید، من گفتم نه و در پاسخ گفتش که خب هر وقت مایید استرالیا به ما اطلاع بدید. نهایتاً با این ایمیل و این پروسه من فهمیدم که من احتمالاً از خارج از خاک استرالیا نمیتونم از شرکت‌های بزرگ مصاحبه بگیرم و جاب آفر بگیرم، فلذا تصمیم گرفتم تمرکزم رو بذارم رو شرکت‌های کوچیک‌تر. برای منظور شاید یه حرکت خلاقانه زدم، اونم این بود که وی پی ان ام رو کانکت می‌کردم با لوکیشن استرالیا و توی گوگل کلید واژه‌های شغل خودم رو سرچ می‌کردم. این موضوع باعث می‌شد که خب لینک‌های مرتبط با لوکیشنم که استرالیا بود بیاد و خب اون لینک‌های آموزشی و لینک‌های ابتدایی رو که ایگنور می‌کردم، می‌رفتم سراغ لینک شرکت‌های کوچیکی که کار من رو می‌کردم با اون کلید واژه اومده بودم بالا، اون شرکت‌ها رو یه فایل اکسلی درست کردم، لیست کردم، یکی یکی وارد وبسایت‌هاشون می‌شدم، نفرات کلیدیشون رو سعی می‌کردم تو لینکدین و تو گوگل و اینور اونور بالاخره سرچشون کنم و پیدا کنم. نهایتاً از بین این شرکت‌ها یه شرکتی رو پیدا کردم که دیدم 27 روز پیش، 27 روز قبل از اون تاریخ که من داشتم این کارا رو می‌کردم، توی سیک آگهی شغلی زده بود که دقیقاً آدمی رو با رزومه من می‌خواست. خب اون شرکت رو سرچ کردم تو لینکدین، نفرات کلیدیشو درآوردم، به مدیر اجراییش رو پیدا کردم، به مدیر اجرایی ایمیل زدم که من آگهی شما رو دیدم، فقط یکم قدیمیه، شما هنوز نیرو میخواید یا نیرو رو گرفتید؟ در پاسخ گفت نه ما هنوز نیرو رو نگرفتیم. خب من رزومم رو فرستادم، بعد رزومم رو که دید پرسید که شما توی پرت هستید؟ من گفتم نه من پرت نیستم، ولی اگر شما جواب آفر بدید 4 تا 5 هفته دیگه میام پرت. پاسخ داد که خب هر وقت اومدی پرت خبر بده، و من گفتم که خب این هم کنلم یکون شد اصطلاحا، تا اینکه در واقع شبش خوابیدم و صبح بیدار شدم مثلا 8-9 صبح پرت دیدم بهم ایمیل زده که تو که گفتی 4-5 هفته دیگه میای، شاید بد نباشه پیپر ورک های اسسمنت مهندسی مکانیک تو انجام بدی که وقتی رسیدی اینجا برای کار آماده باشی، چون برای کار کردن به عنوان مهندس مکانیک حتما اسسمنت مهندسی مکانیک رو لازم داری. خب من بلافاصله اسسمنتم رو اتچ کردم، ریزالت ویوی در واقع ویزام رو هم اتچ کردم، بهش گفتم که من این دوتا رو برای کار دارم، چیز دیگه لازمه؟ که اونم بلافاصله جواب داد که نه همه چی کامله و اگه موافق باشی مصاحبه بذاریم، و یه مصاحبه آنلاین ست کرد و مصاحبه کردیم و صحبت کردیم و سر حقوق چونه زدیم نهایتاً، و نهایتاً جاب آفر رو به من دادن. و خب من هم طبق قراری که باشون گذاشته بودم 4-5 هفته بعدش اومدم پرت. خیلی توی گرفتن خونه کمکم کردن همون شرکت، ریفرنس شدن برام، زنگ زدن با در واقع ریل استیت صحبت کردن دیگه، در واقع چون میخواستم براشون کار کنم سعی کردن کارم رو راه بندازن دیگه، همه جوره در واقع کمکم کردن، و حالا هم بخشش خب شانسی بود که آوردم، بخشش در واقع بازار کار داغ این روزهای استرالیا بود که کمکم کرد، و بخشش هم شاید قیمت بالای نفت بود در حال حاضر که برای ما نفتی ها بازار کار رو بهتر کرده، بخشش هم خب رزومه و توانمندی ها بود که همه دست هم دست به دست هم داد، و نهایتا من با کار وارد استرالیا شدم و از روز اول با حقوق و درآمد و کار.
این خیلی تجربه خوبیه و واقعا یک موفقیت در ابتدای امر مهاجرت به حساب میاد. خب من میخواستم یه سری سوالها رو ابتدا بپرسم که خب با این سوال شما تحت تاثیر قرار میگیره سوالات من، اینکه بعد به ورودتون به استرالیا با چه چالش هایی مواجه بودید و مثلا تجربیاتی که تو ابتدای حساب بانکی و ثبت نام مدیکر بوده به چه شکل بوده؟ برای اینا من در واقع 4-5 روز قبل از اینکه کارم شروع بشه بلیت گرفته بودم که در واقع اینجا تو استرالیا باشم. یه روز وقت گذاشتم، همه اینا یه روزه در واقع انجام شد. یه روز رفتم در واقع بانک، حساب بانکی رو باز کردم، بعدش هم رفتم دفتر مایگاف توی حالا شهر پرت، یه دفترش رو پیدا کردم نزدیک همون بانک، رفتم اونجا. ولی خب حضور توی اون دفتر هیچ کمکی نمیکنه، چون تو همون دفترم هم شما نهایتاً باید یه سری فرم رو از کامپیوتر اون دفتر ایمیل کنید. ایمیل کردم به در واقع وبسایت مدیکر، حالا البته من هنوز مدیکرم نیومده، ولی خب حساب بانکی میگه یه هفته بعدش اومد و همه در واقع کارام انجام شد. یه دونه تکس فایل نامبر، حالا برای کسایی که خب به هر حال کارشون رو زود شروع میکنن، یکی از اصلی ترین چیزا تکس فایل نامبر هست. اون رو هم باز همون روز اینترنتی گرفتم و چند روز بعدش هم اومد. باز برای اونایی که خب با کار وارد میشن یا کار میگیرن، یه چیز دیگه که خیلی مهمه حساب سوپر انویشن هست، یعنی اینا همه مواردی که کارفرماها میخوان. سوپر انویشن رو هم بعد از اومدن تکس فایل نامبر بلافاصله تو اکانت سوپری که حالا خودتون بخواید میتونید باز کنید به راحتی. و همین دیگه، مورد دیگه نبود دیگه. بله. اما چرا مهندس یه مقداری راجع به شهر پرت و در حقیقت کلا زندگی تو این شهر، بازار کارش و خصوصیات این شهر به ما یه توضیحاتی رو بدید؟ من تو بقیه شهرهای استرالیا نبودم، اما خب در قیاس با شهرهای دیگه‌ای که توی دنیا حالا من توشون بودم، یه تفاوتی که پرت داره اینه که شما تو شهرهای بزرگ دنیا وقتی میرید معمولا ساختمان‌های بلند و برج‌ها و آسمون خراش‌ها و اینا یا متعلق به بانکان یا متعلق به شرکت‌های حوزه تکنولوژی هن، مایکروسافت و نمیدونم آمازون و امثال هم و اینا. توی پرت این موضوع، یعنی ساختمان‌ها و آسمون خراش‌ها، متعلق به شرکت‌های بزرگ نفتی و معدنی دنیا. حالا اونایی که تو حوزه رشته من کار کردن قطعا این شرکت‌ها رو می‌شناسن. مثلا شاید بلندترین ساختمان پرت متعلق به ریو تینتو باشه، دومین ساختمان بلندش متعلق به بی اچ پی باشه، و خب اینا همه قولهای نفت و گاز و معدن دنیا هستن. نمیدونم شل، توتال، همه اینا اینجا دفترهای خیلی بزرگ و ساختمانهای خیلی جدی و بزرگ دارن، ورلی، وود، امثال هم، همه اینا. خب همین موضوع نشون میده که این شهر، شهر اصطلاحاً مهندسین نفت و گاز و معدن دیگه. شاید مثلا برای یکی که تو حوزه حالا مهندسی کامپیوتر فعالیت میکنه سیدنی جای بهتری باشه، ولی من فکر میکنم برای مهندسین حالا ساخت و سازی و نفت و گازی و امثال هم بهترین جای استرالیا پرت باشه، و حالا ظاهرا بریزبن هم شرایط نسبتا مشابهی داره، ولی من شنیدم پرت بهتره. در مورد تر و تمیزی و در واقع منظم و مرتب بودن و اینا، واقعا شهر منظم، مرتب، تر و تمیزیه. فقط یه مشکلی داره، اونم اینه که البته ظاهرا من چیزی که پرسیدم از دوستان و آشنایان این ور استرالیا، مشکل جنرال مربوط به کشور استرالیا است نه شهر پرت. اونم اینه که از ساعت 3 و 4 تقریبا کشور خاموش میشه و دیگه آدما کاری به کار هم دیگه ندارن، مغازه ها تعطیل میشن، اصلا خیابونا خلوت خلوت، شبیه مثلا ساعت 1 شب تهران میشه. دلتون برای جمهوریش تهران تنگ شده جناب؟ آره آره، یه جورایی، یعنی این واقعا آزاردهنده است. حالا در طولانی مدت قطعا بیشتر آزاردهنده میشه، ولی به هر حال خیلی خاموش و خلوت و چیز دیگه. حتی سی بی دی، یعنی حتی ناحیه مرکزی شهر هم دیگه نهایتا از 6 و 7 به بعد دیگه واقعا خاموشه.
و خب این یه ذره سخت افراد میرن به خانواده هاشون میرسن یه مقداری بیشتر. آره دیگه، آره یه بخشش اینه، یه بخشم به هر حال خب حالا الان که من وارد شدم به هر حال زمستون استرالیا، شاید تابستون وضعیت بهتر باشه. اینو هم من خیلی از کشورهای دنیا چنین موضوعی صدق میکنه و خب برای مثلا حالا افرادی که شاید تجربه زندگی تو تهران رو داشته باشن، بعضی وقتها حالا ما خودمون هم تجربیاتی داشتیم، اونم دلش واسه این جمع و جوش هایی که بعضی وقتا میبینه خب تنگ میشه حقیقتا. بله بله، بسیار هم عالی. جناب مهندس، راجع به اجاره خونه فهمیدید که خب کارفرماتون هم همکاری تو این قضیه داشت و کمک کرد، اما به طور کلی افرادی که میخوان اونجا زندگی بکنن، حالا هم در مورد تجربیات پیدا کردن خونه، هم میخوام، نمیخوام سوالم شخصی باشه و ورود بکنم به حوزه شخصی شما، ولی میخوام به طور کلی مثلا اون بالانس بین درآمد و در حقیقت هزینه رو در شهر پرت برای یک مهندسی که شاید تازه کارش رو شروع کرده، به طور اوریج چه درآمدی رو میتونه دریافت بکنه و اگر بخواد زندگی رو یک شخص یا دو نفر در شهر پرت مدیریت بکنن، با ماهی چقدر میتونن این کار رو انجام بدن؟ هرچند سوالم خیلی کلیه و عوامل متعددی روش تاثیر گذار میشه، ولی میخوام تجربه شما رو تو این حوزه بشنویم. واقعیتش الان همونجوری که بازار کار خیلی داغ شده، بازار خونه هم خیلی داغ شده و خب وقتی بازار خونه داغ میشه، معنیش اینه که اجاره ها میره بالا، تقاضا برای اجاره خیلی زیاد میشه و اجاره کردن خونه خیلی سخت میشه. واقعا اجاره کردن خونه کار سختی بود، یعنی من دو هفته طول کشید تا یه خونه پیدا کردم که دو هفته طول کشید تا یه خونه بهم دادن، چون هر خونه ای رو که تو این دو هفته میدیدم تقریبا اپلای میکردم براش. خب اجاره ها بالا رفته، ولی باز هم نسبت به درآمدی، حالا من خب با درآمد، یعنی با حقوق نسبتا پایینی کار رو قبول کردم، علتش هم خب مشخص بود، من خارج خاک استرالیا بودم، کار اولم بود، سابقه لوکال نداشتم، همه اینا. ولی خب خبر خوب این که بعد از یک ماه حضورم تو شرکت، من الان 40 روزه اینجا دارم کار میکنم، بعد از یک ماه حضورم تو شرکت خودشون حقوقم رو زیاد کردن و گفتن که ما در واقع صرفا به خاطر اینکه اولش نمیدونستیم چه جوری باشه، سیویت دروغ گفته باشی توش، نگفته باشی، همینا، ولی الان که در واقع قابلیتاتو میبینیم، یعنی خودشون سرخود حقوقم رو زیاد کردن و همینا خوب. ولی حتی با اون حقوق قبلی هم من شاید با 50% حقوقم میتونستم خونه رو اجاره کنم و هزینه های خورد و خوراک و اینا رو هم کاور کنم به راحتی. بسیار عالی. یعنی میخوام بگم که خب اینطوری بود، ولی خب این رو هم باید در نظر بگیریم که بازار کارهای نفت و گازی الان خیلی داغ هست به خاطر قیمت نفت و این داستان. بسیار هم عالی. جناب مهندس عزیز، ممنون میشم به طور کلی بفرمایید که دوستانی که میخوان بعد از مهاجرتشون در حقیقت وارد بازار کار بشن، چه نکاتی رو مد نظر داشته باشن، مخصوصا بچهای مهندسی یا همون دوستانی که اسسمنتشون رو از طریق سازمان ارزیاب انجینیرز استرالیا یا EA گرفتن، چه نکاتی رو داشته باشن که بهتر بتونه بهشون کمک بکنه با توجه به این حالا سابقه بیش از یک ماهی که در خاک استرالیا داشتید؟ یه موضوعی که اینجا برای من خیلی جلب توجه کرده در خصوص رشته‌های مهندسی، ما معمولا توی ایران و حالا در سطح بین المللی کشورهای منطقه میدل ایست و حتی بعضن اروپا، معمولا کار کردن مهندسا با استانداردها و نرم افزارهای آمریکاییه. استرالیا یه مجموعه قوانینی داره و حالا خودشون که میگن ما کشور استانداردهاییم، شاید خیلی هم بیراه نمیگن، واقعا درست بگن این رو. یه موضوعی که دارن اینه که یه مجموعه استانداردهایی رو برای خودشون دارن، استانداردهای استرالیایی، حالا معمولا با ابریویشن AS شناخته میشن با شماره های بعدیش. خب یه تفاوتهایی با استانداردهای بریتیش و آمریکایی داره، شاید بد نباشه که دوستان در واقع شروع کنن حالا تو فیلد خودشون و رشته خودشون با مجموع استانداردهای استرالیایی آشنا بشن، سرچ کنن. آدمایی که خب سابقه کاری مرتبط دارن، کافیه که فقط تفاوت‌هاش رو با استانداردهای آمریکایی و انگلیسی در بیارن، شاید دیگه نیازی نباشه کل استاندارد رو مطالعه کنن.
معمولاً سیستمشون اینطوریه که حالا کانزرواتیو تر نوشته میشه، یعنی در راستای حفظ محیط زیست و این داستان‌ها استانداردهای استرالیایی بیشتر عمل میکنن تا هر چیز دیگه، چون محیط زیست اینجا اولویت شماره یکشونه واقعا. شاید بد نباشه این باشه که تو سیویشون بتونن بگن که با استانداردهای استرالیایی آشنا. من خودم توی این 40-50 روز واقعا تقریبا تمام تایمم رو گذاشتم روی اینکه استانداردهای استرالیایی رو به خوبی یاد بگیرم، استانداردهای استرالیایی مرتبط با کار خودم رو. شاید یکیش این بد نباشه. یکی دیگه این که خب نرم افزارهای که توی کشور استرالیا کاربرد داره بعضا با نرم افزارهای داخل ایران متفاوته. یکی از اصلی ترین دلایلم اینه که توی ایران هزینه نرم افزار و سافت ور و اینا خیلی پایینه، اینجا برعکس، هزینه های مربوط به نرم افزار و اینا خیلی بالاست. شرکت ها بعضا ترجیح میدن مثلا یک نرم افزار رو با چندین و چند قابلیت، حالا با دقت کمتر یا هر چیز دیگه، خریداری کنن به جای اینکه چندین نرم افزار رو بخوان خریداری کنن. مثلا توی حالا رشته مهندسی مکانیک سالید ورک، شاید اهالی فن بدونن، مثلا نسبت به انسیس فاینایت المنتس خیلی غیر دقیق تری انجام میده، ولی اینجا تقریبا هیچ کسی از انسیس استفاده نمیکنه، صرفا به این دلیل که خب انسیس قیمت خیلی بالایی داره و خیلی قابلیت های کمتری رو نسبت به سالید ورک ارائه میده. ترجیح میدن سالید ورک رو با 1000 تا ماژول غیر دقیق تر بخرن، ولی خب پول کمتری بدن. حالا به نوعی هم حق دارن دیگه، بالاخره کانسرن های اقتصادی و بیزینس خودشون رو دارن دیگه. شاید بد نباشه هر کسی تو فیلد خودش سرچ کنه ببینه که چه نرم افزارهایی در واقع اینجا رایج‌تر هست و اقدام به یادگیری اون نرم افزارا بکنه. یه موضوع دیگه هم این که توی مصاحبه ها چیزی که من متوجه شدم، حالا من توی این 40-50 روز چند تا مصاحبه رفتم دیگه، حالا درسته سر کار بودم ولی چند تا مصاحبه هم رفتم، یه چیزی که من متوجه شدم اینجا خیلی براشون مهمه که در واقع همه چیز بر پایه اعتماده. شما اون چیزی رو که تو سی وی می نویسید اینا بهش اعتماد میکنن و کم پیش میاد که حرف شما رو بخوان وریفای کنن، یا اساسا نفر متخصصش رو تو همه زمینه ها ندارن که بخوان وریفای کنن. خیلی براشون مهمه که شما وقتی مثلا میگید فلان چیز رو بلدم، وقتی ازتون میپرسن فلان چیز رو بلدید، پاسخ اینه که بله بلدم. وقتی تو سی وی نوشتید باید بگید بله بلدم. اگه بگید حالا من مثلا تو سی وی نوشتم ولی تلاش میکنم یاد بگیرم و اینجوری و یه ذره کار کردم و اینا، سریع جزء اون گزینه هاشون میشه که نه آقا این کاره نیست و در واقع حذف میشن از دور رقابت دیگه. این هم من متوجه شدم، یعنی در واقع اعتماد به نفس در پاسخ دادن به موارد سی وی و این تسلط به سی وی، یعنی شما ممکنه همطوری هی تو سی وی تون یه سری چیزا بنویسید بعد برید تو مصاحبه مثلا یه سوالی ازتون بپرسن اصلا یادت نیست تو سی وی اینو نوشتی یا نه، این اصلا چیز خوبی نیست اینجا. البته تو ایران هم خیلی چیز خوبی نبود دیگه، ولی اینجا هم خب از همون قاعده داره تبعیت میکنه و همین. بله کاملا نکاتی که فرمودید نکات در حقیقت مهم و بیسیکی هستش که افراد باید خیلی دقت بکنند که تو مصاحبه های کاریشون، تو اینترویو هایی که دارن، بتونن اون اعتماد کارفرما رو جلب بکنن. بله بله دقیقا. خب جناب آرش عزیز، میدونم حالا با ما مساعدتی رو داشتید، چه زمانتون هم زمان فشرده‌ای بود. من از طرف خودم و همه شنوندگان این مصاحبه تشکر میکنم از خدمتتون. میخوام کلن در سوال آخر بفرمایید که با توجه به حالا تجربیات زندگی که به قبل از مهاجرت به استرالیا در کشورهای دیگر و تجربه که الان تو استرالیا داشتید، پیامی، پندی، سخنی یا حالا مشورتی با دوستانی که در این پروسه هستن ولی هنوز به استرالیا نرسیدن، دوستانی که تازه کار اسسمنت رو شروع کردن، دوستانی که دعوتنامه گرفتن، دوستانی که در مرحله پروسه صدور ویزا هستن، در حد چند در حقیقت دقیقه تجربیات و نکاتی که فکر میکنید مهم باشه اصلا استرالیا مقصد خوبی برای مهاجرت هست یا نه رو به ما بفرمایید. این که مقصد خوبی برای مهاجرت هست یا نه، خب یه موضوع شخصیه. من به شخصه کشور استرالیا رو خیلی خوشم اومده، من تا تایپ شخصیتی من جوریه که معمولا هر 4-5 سال یک بار تمایل به جابجایی نشون میدم و
حالا نمیدونم توی استرالیا موندگار بشم یا نه، ولی در اینکه کشور خوبیه و مرتب و تر و تمیز و همه چیز روی برنامه واقعا شکی نیست. خیلی در واقع آروم و آرامش خیلی زیادی داره و حقیقتا هم ارزشمنده. یعنی در واقع فکر میکنم ویزای استرالیا و پیار استرالیا شدن واقعا ارزش تلاش کردن رو داره. شاید تنها نکته منفی که حالا بشه بهش اشاره کرد تا اینجای کار اینه که یه ذره دوره از همه دنیا و این موضوع خودش رو چیزهای مختلف نشون میده. هزینه های زندگی میره بالا، هزینه کالاهای مختلف بالاتر نسبت به بقیه دنیا، اختلاف زمانی داره با بقیه دنیا و اینجا با خود استرالیایی ها هم که صحبت میکنیم بعضا از این موضوع شاکی هن. شاید تنها نکته منفی این باشه و خب من فکر میکنم آدمایی که تو مسیر باشن راجب نکات مثبت معمولا تحقیق میکنن و چشمشون رو میگیره. شاید بد نباشه چشمشون رو به نکات منفی هم آدم باز کنه که در واقع تصمیم درست رو بتونن بگیرن. ولی خب دوری هم حالا چیزی نیست که برای حداقل چند سال اول، شاید 5-6 سال اول، بالاخره خود استرالیا اونقدر جای دیدنی داره که آدم نخواد سفر کنه منظورم مثلا اروپا رو ببینه یا اینجور چیزا، و شاید دوری هم حتی موضوع خیلی بزرگی نباشه. همین، من موضوع دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه. بسیار هم عالی، ممنون از وقتی که در اختیار ما و همراهانمون گذاشتید و من خداحافظی میکنم. شما هم اگر صحبت پایانی دارید ممنون میشم که بفرمایید. خواهش میکنم، من هم عزیز نیست رو خدا نگهداری خداحافظی میکنم با هم. از شما نکنه، مرسی، ممنونم.